با آخرین گزارش امروز صبح زندگی تلویزیون آریانا خوش آمدین. ما به منطقه چاره شهید دهبری آمدیم. داخل یک دکان خوراک فروشی هستم. می خواهیم در رابطه به نرخ و نوا صحبت کنیم. همچنان در رابطه به ای که ما حدودا 3 ماه پیشتر گزارش در رابطه به تولیدات وطنی. در این رابطه هم سوالای می داشته باشیم که چقدر تولیدات داخلی ما دیگه هم رشد کرده در این 3 ماه اخیر. سلام صبحتان بخیر، نام شما؟ سلام صبح شما بخیر، اینجا غلام عباس رحیمی هستم، ولایت غزنی، باشنده کابل. بسیار خوب عباس جان، بر ما بگوین که در طول 3 ماه، ما 3 ماه پیشتر هم یک گزارش داشتیم از منطقه پل سرخ در رابطه با اینکه تولیدات وطنی ما چقدر رشد کرده و چقدر مردم علاقمند به این هستند تا از داشته های وطنی خودمان استفاده کنند. در این 3 ماه چقدر تغییرات آمده؟ تولیدات وطنی زیاف است، تغییرات زیاف آمده، دیگه از خارجی کرده. خوش هستیم فعلا. مردم علاقمندی دارن که از تولیدات داخلی بخرن؟ بله بله بله. چه چیزا داخلی مثلا زیاد فروش داره؟ داخلی زیاد فروش به حساب خوراکه همی چی از زیافتر همی از مربا. نام شرکت هایش مقصد نگیرین؟ نام شرکت هایش همی مربا. مثلا مربای آلوبالوست، مربای زردک است، همین چیزی که مربا است. این زیاد فروش داره، مردم ها میخره شخصا و خودم. نوشاباباب چطوره؟ نوشاباباب هم فروشاتش خوبش است. در درجه چندم از تولیدات وطنی؟ همین نوشابابات به حساب کوک مردم جافتر میخرن. نه در کل نوشابی که یا جوسی که در افغانستان ساخته میشه در درجه چندم است و اویی که خارج از افغانستان آورده میشه؟ ایوه در داخل افغانستان کسی فکر میکنم در درجه اول است دیگه. بله بله اول است جافتر. امروز انرژی جوس هر چیزی که میخوریم بیشتر ما که میبینم وطنی است. بله بله ما جافتر شخصا خودم وطنی است. قیمتایش هم خوبه، قیمتاش فرق میکنه. بله از خارج که از تولید وطن خوب. مثلا یک نوشابه خارجی رو میخریم 60 یا 50 روپیه، اینو میخریم. بله بله ارزان است. سیر میخریم 25 میخریم. ما شخصا خودم که یک جای میرم چیز وطنی اگه باشه می خواهیم که بعدا ما شما مردم هم خود کوشش میکنیم که همین تجارای ما پیسه‌دار شوه. اینکه تجارای ما کوشش میکنن نمیکنن که اقتصاد افغانستان پیش بره، او دیگه دلشان ما شخصا خودم اون رقم چیزای وطنی در دکان کردم، چیز وطنی خوشم میاد، چیز وطنی رو میخرم که باش که از وطن خود ماست، از ساخت خود ماست که بعدا همین تجارای افغان ما وقتی که سرمایه گذاری میکنن همین رشد کنن دیگه، بازو کار خود از ماست. راست میگن. خب شما خو آرد ندارین از رو و برنج، یک بوجی 3.5 سیره سلی اول درجه یک چند شدن؟ اما خوبش به در 2300 صد است. 2300 صد که از او کده هیچ بالا نیست؟ از او کده بالا نیست. برنج کجایی است؟ اندی؟ اندی است دیگه. بله بله اندی است، زیافتر اندی میاید بازار. 2300 صد؟ 2300 صد بهترین برنج است. یک پیپ روغن دو سیره؟ بله یک پیپ دو سیره دیگه 1250 هست. 1250 روپه. خوب روغن؟ بهترین روغن دیگه. خب یک کیلو چای سیاه؟ یک کیلو چای سیاه افغانی. یک کیلو چای خوب سیاه لیپتون 330 افغانی. بسیار خوب. و چای سبز افریقایی؟ چای سبز افریقایی که افریقایی خونه خریدیم، همین چای سبز خوبش که من شخصا خودم چای سبز زیاد خوش دارم خریدیم، همین کیلوی 320 3500 از 3500 بالا نیست. یه گبر خبر شده میگن در اوتلا وقت چای دم میکنه بادمیش همیشه میکشن خشک میکنن باز مفروشن. والا اون امور من خودم شخصا ندیدم به حساب. شنیدی؟ شنیدیم بله امیر مام شنیدیم. بله امیزیافتر طرف های شارگاه هست. خدا خیر بده این مردم هم. نسبت به 3 ماه پیشتر فکر میکنی قیمتی شده، ارزانی شده یا در معایق حالت هست؟ ما که فکر میکنم که در 3 ماه تغییرات نورده، فعلا هم نرخ یک نرخ است. خدا کنه که بخاطر زمستان بالا نشه. بخیر بشه. در زمستان پیش روی داریم ما شما. دیگه راه بند میشه، دیگه امکان داره که چیز بلند شوه. در 3 ماهی که خدا نکنه کمی گپ شما راست برای. بخیر بخیر. یگان دفعه که از دروغگوی شوه به خاطر ملت خیره. اوش مشکل نداره. فعلا هم مسئله انتخابات هم هست. دلار تقریبا پیش از او 8800 قدرها بود، حالا فعلا دم یک نرخ هم مانده باش که چی میشه. عباس بیدر بسیار تشکر از شما. خواهش میکنم از شما. زنده باشید. دوستان عزیز از شما همچنان تشکر که تا این لحظه بیننده گزارش شما بودین. مرسل جان داخل استودیو هستن. مرسل جان سلام، وقت بخیر.
علیکم السلام افغان، سلامت باشی. بیا بر ما از نرخا که تقریبا گزارش داد دیدیم و شنیدیم، بر ما بگو که چقدر علاقه‌مندی خاص به برنامه صبح زندگی هموطنای ما اینجا دارن. یک بار دیگه مثال تانم بپرسین بباشین افغان. گفتم از نرخ و نواخو برای ما گفتی، گزارش تد دیدیم، برای ما بگو که چقدر علاقمند به برنامه صبح زندگی هستن، برنامه را میبینن یا نه؟ بله، اما قسمه که شما میفهمین، من هم در انانسای صبح میگم که بزرگترین برنامه صبحگاهی در افغانستان که گرداننده موفق داخل استودیو دارن، بیرون اوقدر موفق نیست، خود داخل خیلی زیاد موفق میباشه. 3 ساعت بر اولین بار در افغانستان یک برنامه نشرات و برنامه می داشته باشه و بخشای متفاوتی که در برنامه صبح و زندگی گنجانیده شده، از سینما شروع تا ورزش و تا انتقاد و طنز و موسیقی و هنر، همه چیز را در بر می گیره. فکر کنم که بدیل نداشته این برنامه. به می دلیل ما هر جای کابل که میریم یا هر جای ولایات که میریم، بیشتر برنامه صبح و زندگی را مردم بیننده هستند و علاقمندی خاص به گرداننده داره. جالب تری است که ما به هر بخش کابل که میریم، هر گرداننده صبح و زندگی علاقمند ویژه و خاص خود را داره. هر گرداننده را به نامای خودشان یاد میکنه، از ما میپرسه که مرسل جان چطور بود، مثلا رویا جان چطور بود، رستم جان چطور بود، یا سلام ما را حتی برشان بگوین. خیلی جالب است بر ما. پس میگن مشکان است که خود بباید، نه آن کتار گوید. معلوم است با مردم دیگه. سلامت باشی افغان عزیز، ای افتخار به خودت هم میرسه که زحمت میکشی به برنامه صبح زندگی و خودت هم یکی از محبوب ترین ها هستی در میان برنامه صبح زندگی، در میان هموطنای ما. تشکر افغان، سلامت باشی. تشکر از اینکه تا لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.